درود. من در سال 1326 در شهر آسترا به دنیا آمدم. پدرم قاضی بود و در اون زمان رئیس دادگاه آسترا. مادرم قبل از تولد من معلم بود و بعد از ازدواج دیگه دست از کار کشیده بود، ولی در خانه ما خواندن یک سنت قدیمی بود. کودکی رو تا 2 سال اونطور که تعریف کردم برام در آسترا گذروندم، بعد 1 سال در میانه نزدیکای دبستان به تبریز رفتیم، 2 سال در تبریز در کلاس اول دوم در دبستان شمس و نادر در تبریز درس خوندم، 3، 4، 5 در شهر مراغه خوندم، 5 ابتدایی رو در مهابات خوندم، دیپلم دبستان رو در شهر مهابات گرفتم و شاید اول شهر مهاباتم بودم. بعد تا کنم که بتونم مسائل دیگر رو در میون بذارم، 1 سال، کمتر از 1 سال، سال اول دبیرستان در ماکو درس خوندم، بعد 5 سال دبیرستان و بقیهش رو تا پایان سال 5 دبیرستان در شهر خوی زادگاه پدر مادرم درس خوندم و 6 رو به دبیرستان هدف در تهران رفتم. دوران دبستان و دبیرستان مثل همه بچه ها به صورت عادی گذرونده، چیز خاصی پیش نیومده. پدر من چون اهل مطالعه بودم، مادرم همینطور، من هم علاقمند به مطالعه بودم. از کلاس 4 مجله دانش آموز در میمد، مشترک بودم، برام میمد و میخوندم. در دبیرستان، در دبیرستان خسروی خوی، از کلاس 9 در کنار تحصیل به فعالیت انجمنهای ادبی و علمی هم میپرداختم. اولین روزنامه دیواری دبیرستانمون رو در اون سالها من به اتفاق دوستی در کلاس 9 بودم، 1309 منتشر کردم. بعد همین ادامه پیدا کرد، انجمن علمی ادبی داشتیم، تئاتر بازی می کردیم، سخنرانی های ادبی می داشتیم و این فعالیت ها خودش یک بُعد اجتماعی به زندگی من می داد. منتها پدر من با اینکه قاضی بود در چپه کشی های آن زمان دخالت نمی کرد. در خانه ما عکس شاه من ندیده بودم و به همین جهت هیچ جهتگیری سیاسی تا کلاس 11 نداشتیم. 12 همینطور که رفتم تهران طبیعتاً هیچ گونه سمتگیری سیاسی خاصی نداشتم، منتها همونطور که اشاره کردم به خاطر مطالعه یک سمتگیری اجتماعی داشتم. مثلا 13 ساله کتاب بینوایان ویکتور هوگو رو خونده بودم با ترجمه مستعان. اون موقع طبیعتاً یک نوجوان رو بی تفاوت نمیذاره. در کلاس 6
همزمان با حکومت کندی بود در تهران که من درس میخوندم، علاقمند شدم دنبال کنم به مسئله سیاهان، توجه داشتم مبارزات سیاهان در آمریکای شمالی بود و من مسئله نجات پرستی رو بعضی وقتا در انشاهام بازگو می کردم. بعد دیگه زمان کنکور رسید. در آن زمان ها، یعنی در سالهای 32 تا 36، 37، حتی 40، تفریح خانواده ها بسیار محدود بود. ما از همون سالهای 30 در تبریز، پدرم ما رو خانوادگی به سینما می برد. فیلم تارزان که در سینمای تبریز در 5 سالگی دیدم هنوز صحنه‌هایی یادم هست. پدرم به موسیقی خیلی علاقه داشت، طبیعتاً از طریق رادیو ایران اون موقع گوش میدادیم و من و خواهرم به موسیقی علاقمند شدیم. پدرم بنان و دلکش خیلی دوست داشت، ما هم از اینا خوشمون میومد، ولی ما علاقه خاصی به خانم مرضیه و صدای گرمش پیدا کردم و یکی از آهنگای اونو برای این قسمت انتخاب کردم که خاطرات نوجوانی زیادی ازش دارم. در سال 1343 وارد دانشگاه تهران شدم و دوران جدیدی در زندگی من مثل همه جوانایی که وارد دانشگاه میشن شروع شد. منتها همونطور که اشاره کرده بودم، با اینکه اهل ادبیات، اهل نمیدونم مسائل اجتماعی در حد خواندن بودم، رشتم ریاضی بود، علاقه وافری داشتم که مهندس نفت بشم و سمتگیریم در این جهت بود. در دانشگاه تهران هم رشته شیمی رو انتخاب کردم، با اینکه خیلی دانشگاه‌های مختلف، حتی تو کنکور نفر اولم بودم. یک حادثه مهمی در همون سال 1342 که من از مهر وارد دانشگاه شدم اتفاق افتاد و اون این بود که میتونست در دو جهت زندگی من تغییر بده. یک
امتحان بورس ژاپن دولت ژاپن گذاشت برای کسانی که معدل کتبیشون در ششم دبیرستان از 16 به بالا بود. طبیعتا شاگردای زبده ایران در شرکت داشتم. خلاصه کنم، سه تا امتحان متفاوت از ما گرفتم. اول امتحانا به زبان فارسی بود، دوم انگلیسی بود و حتی شیمی، فیزیک، ریاضیات به زبان انگلیسی از ما سوال کردم و من نفر سوم این کنکور بودم که 4 نفر قرار بود بره. قرار بود پاسپورت گرفتم برام خود تشکیلات وزارت آموزش و سفارت ژاپن، بلیت پان امریکن برای تهران توکیو بهم دادن که قرار بود در 9 فروردین 1343 پرواز کنم. 2 روز قبل از پروازم تلفن کرده بودن به خونم، به مادرم اطلاع داده بودن که من خودم معرفی نکنم در فرودگاه. پروتوجو کرده و گفته بود که اشکال داره پروندهش و فلان. بالاخره چون عیدم بود ما کاری نتونستیم بکنیم، بعد از نوروز رفتیم وزارت آموزش. معلوم شد که به جای من پسر برادر مهندس ریاضی که رئیس مجلس شورای آن زمان بود اونو فرستادن، که اصلا جزو قبولی ها نبود. طبیعتا در زندگی یک جوان 17 ساله، من 2 سال زودتر رفتم مدرسه، به همین جهت 17 ساله بودم وارد دانشگاه شدم و موقع ثبت نام آقایی که من ثبت نام میکنم میگفت اولین تولد متولد 1326 هستی که در دانشگاه تهران ثبت نام میکنم. این ماجرا خیلی رو من اثر کرد، منو به پرسش واداشت که چه نوع جامعه ایست که حتی برای یک بورس که یک دولت خارجی میده و از روی معلومات و امتحان و توانایی های علمی و زبان انگلیسی انتخاب کردن، در آخرین لحظه تصمیم میگیرن یک نفر دیگر رو به جای من بفرستن و این آغاز سمتگیری سیاسی من بود که بسیار زود مرا در مقابل حکومت پهلوی قرار داد، که یعنی باعث شد که بیشتر فکر کنم. بعد نمودهای و نمادهای دیگه‌ای رو که ستمگری و تفاوت‌ها و حق‌کشی‌ها با اون همراه بود اونها هم دیدم و این باعث شد که آرام آرام به سمت جنبش دانشجویی کشیده بشم. طبیعتاً میدونیم که در سالهای 43، 44، 45 حتی بعدشم سرکوب فراوان بود، کتاب به این راحتی در اختیار کسی قرار نمی گرفت. ما جزوه های خیلی پراکندهی دستمون می اومد. شاید بگم سمتگیری سیاسی ما رو رادیوهای خارجی تعمیم می کرد. ما به رادیوی پیک ایران و بیشتر مسکو و عمدتاً به رادیو پکن گوش می کردیم. جهتگیریمون و مسائلی که در ارتباط با خیانت‌های مرکزیت حزب توده در کودتای 28 مرداد شنیده بودیم موجب شد که یک سمت‌گیری رادیکال و قاطع داشته باشیم، خط‌کشی قاطع با حزب توده و ناگزیر بدون اینکه کتاب‌های زیادی خونده باشیم به طرف مشی حزب کمونیست چین سمت‌گیری پیدا کردیم. محفل 4 نفره دوستانه داشتیم که یه سری با هم دیگه کارهایی میکردیم، در مثلا در مورد ویتنام یه اعلامیه با وردنه در میآوردیم، با وردنه نونوایی و استنسیل و رون وردنه رو میکشیدیم تا مخفیانه چاپ میکردیم، 10 تا 15 تا پخش میکردیم. یکی هم یه اعلامیه در مورد مرگ مصدق و یه اعلامیه هم در مورد ویتنام، دفاع از مردم ویتنام، همین 4 تایی ما منتشر کردیم و تا رسید به شب 7 و شب 40 تختی. البته سال 45 در تظاهراتی که
و اعتصابی که دانشگاه تهران را انداخت برای لغو شهریه، من هم نقش داشتم. یک روز در اون موقع دستگیر شدم. اولین برخوردم با ساواک بود که بسیار طبیعی بود، خشنی نبود اصلا. نصف شبم بعد نصف شب بعد از نصف شب رهام کردم. ولی سال 46 همراه با 30-40 از دانشجویان دانشگاه تهران و در احتمالا در جاهای دیگه هم بود، ساواک منو دستگیر کرد به خاطر اینکه در شب 7 و شب 40 تختی یکی از سازمانده ها با دوستان بودیم و اینا و در زندان قزلقله جای گرفتیم و از اسفند 46 تا بهار 47 در اونجا بودم. هم زندان بودم با کسانی که بعدا در پرونده‌های سیاسی دیگه معروف شدن، از جمله رفیقم شالگونی و دوستان دیگری که شاید نخوان اسمشو ببرم. و این زندان یک تجربه بسیار خوبی بود برای آگاهی بیشتر. من اشارم بکنم ما 30-40 نفری که در اون بودیم، شاید یه نفر از بچه ها شلاق خورد، خود من هیچ گونه شکنجه ندیدم. اون موقع هنوز مشی چریکی به فعالیت نپرداخته بود. دستگیری ما همزمان بود با دستگیری گروه جدنی که در زندان قزلقله بود. در اون موقع بعد از اینکه رفته بودن در زندان اوین شکنجه ها رو دیده بودن و با توییت پس داده بودن و اعترافی نکرده بودن، اینا رو به زندان قزلقله آورده بودن. یه خاطره کوچولو دارم. طبیعت ما اینا رو نمی دیدیم ولی فهمیدیم که جلیل و سرمدی، عزیز سرمدی، سلولش پنجره های به طرف سلول ما بود که ما تو عمومی بودیم. ما بعد از یک ماه اجازه دادن ما رادیو داشته باشیم و شبا ساعت 9:30 برنامه گلها رو من گوش میکردم. من میرفتم زیر پنجره عزیز سرمدی میستادم، رادیو رو با دستم بلند میکردم به طرف پنجره اون، بدون اینکه همدیگر رو بشناسیم، فقط نیم صد وام میستادم تا ایشون که ترس انفرادی بودن بتونن موسیقی ایرانی گوش بدن. و یکی از آهنگایی که در جمع زندانیان دانشجوها به خصوص میخوندن ترانه معروف الهه ناز بنام بود و این به اضافه اون ترانه آذری ابلروار خانه خانه که زبان مادری منم هست، اینو ما به ویژه موقعی که زمان بعد از یکی دو ماه اجازه ملاقات دادن، زمانی که زندانی ها می رفتن ملاقات، بقیه که در پشت دیوار اون سو در حیات قزلقله بودن، این دوتا آهنگ رو با صدای بلند می خوندن که زندانی ها رو همراهی می کردیم که در ملاقات، که یک روحیه‌ای به خانواده ها هم بدیم که فکر نکنن که زندانی ها شرایط بسیار بدی دارن. و طبیعتاً اولین زندگی اجتماعی در زندان بود. بخشی از دانشجویان امکان دیدار خانوادگی نداشتن یا اصلا خانوادهشون امکان نداشت برایشون چیزی بیاره. از همون اول مسائلی که دریافت میکردیم، غذا، شیرینی، مثلا یکی شیرینی های عید بود، طبیعتاً یک حالت کمونی از همون موقع بس که بدونی که اسمشو بگیم در دو تا سلول مهم که هر کدوم 18 تا دانشجو میخوابیدن با هم دیگه تقسیم میکردیم. یک زندگی بود که شاید برای آیندهم تجربه کسب میکردم. باش ای اله ناز، با دل من بساز، گر دل من نیاسود
تازه سر گناهت گذرم. در ده فروردین 1351 پس از اینکه دو سال و خورده‌ای پس از دانشگاه در یک لابراتوار داروسازی کار کردم، یه مقدارم پول به دست آوردم ولی عمدتاً با اتکای خانواده، عازم فرانسه شدم. اینجا خیلی جالبه که من با اینکه فرانسه رو بلد نبودم، فقط 3 ماه کلاس رفته بودم انجمن ایران فرانسه، یک سمتگیری به طرف فرهنگ فرانسه داشتم. به خاطر اینکه نفرتی که در ایرونی‌ها نسبت به انگلیسی‌ها بود، با اینکه زبان انگلیسی بود، انگلیسی را اون موقع نسبتا خوب می‌دونستم، نمی‌خواستم به انگلستان برم. از دانشگاه معروف MIT در آمریکا پذیرش داشتم ولی نرفتم، برای اینکه حضور آمریکا در ایران کودتای 28 مرداد، همه اینا در یک جوانی که تازه با مسائل سیاسی آشنا شده تأثیر داره. برای من به ویژه بخش قرن روشنگری فرانسه رو کم و بیش از لابلای کتاباشون خونده بودم، اسم مونتسکیو رو میشنیدم، اسم ولتر رو میدونستم، همطور گفتم بینوایان رو خونده بودم، ویکتور هوگو رو خیلی علاقمند شده بودم. علاقه پیدا کردم که این کتاب‌ها رو به زبان اصلی بخونم. انگیزم در اومدن به فرانسه در همون سال 51 این بود که به فرهنگ فرانسه هم بپردازم، در ضمن این که دکترای شیمی می‌خواستم بخونم. در دانشگاه تهران پاریس ثبت نام کردم، دانشگاهی که نامش پیر و ماری کوریه که برنده جایزه نوبل هستن در فیزیک و شیمی. بعد یک سالی به مسائل بیشتر درسی می پرداختیم، زبان باید یاد می گرفتیم، خیلی مهم بود که مثلا علاقه داشتم زبان رو زودتر یاد بگیرم که هم تلویزیون و رادیو گوش میدم بفهمم و همین که آرام آرام کتاب های فرانسه رو بگیرم بخونم. و به همین جهت من خیلی یک سال اولو به مسائل سیاسی توجه خاصی نداشت، ولی آرام آرام نمیشد که در مسائل اجتماعی شرکت نکرد و خواه‌ناخواه به طرف کنفدراسیون کشونده شدیم، من و دوست رفیقی که با هم اومده بودیم. در کنفدراسیون فعالیت کردیم تا سال 75 که کنفدراسیون یک پارچه بود و بعدم که سازمان‌های دانشجویی متفاوت به وجود اومد، باز هم به فعالیتمون ادامه دادیم با جهتگیری های مشخص. در فرانسه بود که ما فهمیدم که ما خودمونی که ظاهراً کمونیست میدونستیم چقدر سواد کمی داریم. ما الان بعدها با نگاه به گذشته پیدا کردم که فهمیدم که مثلا ما ضد تروسکی بودیم بدون که یک کتاب از تروسکی بخونیم. در اثر اختناق کتابی منتشر نمی‌شد. ما کتابایی که می‌خوندیم خیلی ناقص بود، مثلا اصول مقدماتی فلسفه رو در ایران می‌خوندیم، یاد از لابلای کتاب‌های علوم اجتماعی بعضی چیزا رو می‌خوندیم. آمدن به فرانسه مثل این بود که یک گرسنه رو وارد میدان خاربار کرده باشیم و ما به کتابخونه‌های کتابفروشی‌های که کتاب‌های انتشارات چین یا شوروی رو می‌فروختن می‌رفتیم با قیمت خیلی ارزان، کتاب‌های مارکس، انگلز، لنین اینا رو می‌خریدیم، طبیعتاً گزارا می‌خوندیم، سری می‌خوندیم، درس هم باید می‌خوندیم، زبان هم یاد می‌گرفتیم. ولی در این مدت با آنچه که در ایران دیده بودم، با اینکه من دوستان خیلی نزدیکی داشتم که چریک فدایی شده بودم، یه برگردم به عقب
به قسمت دانش آموزیم. موقعی که من نشریه دیواری در می آوردم کلاس نهم، هم کلاسی من یونس نابده بود که برادرش علیرضا نابده چریک فدایی آینده بود. و خونه اینا می رفتم. یک روز در خونه اینا داشتم روزنامه دیواری رو تموم می کردم، خودم می نوشتم چون خطم بد نبود. با دوستم برادرش اومد اتاقمون، گفت که چی میخوای بنویسم؟ گفتم یه شعر میخوام بنویسم. گفت چی میخوای؟ گفتم یه شعر، نمیدونم، از یکی از شاعرای معروف از عراقی میخوام بنویسم، یه هم چیزی. گفت چرا شعر جدید نمینویسی؟ گفتم من شعر نو. گفتم خب من زیاد بلد نیستم، مگه مدرسه زیاد مرسوم نیست؟ گفت که سبکا من رفت شعر معروف نیما یوشیج آورد، من شباهنگام چشم در راهم. اول برام خون، گفتم خب قشنگه، ولی این شعره؟ گفت معلوم که شعره. بعد دوبار خون، خب دیدیم قشنگه، نوشتم بردم دبیرستان که مدیر دبیرستان امضا کنه که روزنامه دیواری رو بزنیم. خوند، گفت این چه نوشتی؟ گفتم خب شعره. گفت کجا شعره؟ گفتم که اسمش آقای ختمی بود. گفتم آقای ختمی لطف کنیم بخونیم. خودش لیسانسیه ادبیات و فلسفه بود. خب متاسف بودن دیگه نسبت به شعر قدیم. خوند و گفت که بد نیست ولی شعر نیست. گفتم حالا خوبه یا نه؟ گفت آره ببر بزن. یعنی در واقع من از طریق زنده یاد علیرضا نابدل با شعر نو ایران 14 سالم بود آشنا شدم و خیلی برام جالب بود که اولین کسی بودم که در شهرمون در دبیرستان شعر نو رو در از طریق روزنامه دیواریم شناسوندم به دانش آموزان و این کار دیگه ادامه پیدا کرد. بعد به شعرهای شاعران دیگرم در روزنامه های دیواری بچه ها می نوشتم. برگردم به همون زمانی که در فرانسه بودم. همونطور که گفتم به رغم داشتن چندین دوست خیلی خوب از فدایان خلق، جهتگیری من بیشتر جهتگیری به سمت مشی توده‌ای بود. من فکر میکردم که نمیشه با اسلحه مردم رو آگاه کرد و اقامتم در فرانسه به این اندیشه بیشتر غذا داد، بیشتر در این راه پای بر جا شدم که حتما باید رفت در بین طبقه کارگر. او با اعتقاد اون زمان عنصر آگاهی رو در درون طبقه منتشر کرد. به همین جهت ما با اینکه مش توده‌ای غیر چریکی رو تبلیغ می کردیم، ولی طبیعتاً یکی از مسائلمون در کنفدراسیون آوردن سرنگونی رژیم شاه در منشور کنفدراسیون بود که موفق شد. و اینو بگم که یکی از قطعنامه‌های کنفدراسیون بر علیه دولت ضد خلقی شوروی بود. اون موقع دولت در چارچوب کنفدراسیون دیگه آنهایی که معتقد به سوسیال امپریس بودن اون واژه ها رو به کار نمی بردن. و یکی هم خطکشی روی کمیته مرکزی حزب توده که ضد خلقی ارزیابی می کردیم به خاطر وابستگی که به شوروی داشت. به همین جهت ما به رغم این که سعی می کردم واقع بین باشم، طبیعتا اثرات این جوی که درش در فرانسه به کار به سر می بردم مانع می شد که همه دوگما رو از خودم دور کنم. مثل همه کسانی که با من در اون گروه فعالیت می کردن در سازمان پاریس، طبیعتاً به اندیشه استالین، به راه استالین هم اعتقاد داشتیم، ولی بدون این که جز یک کتاب، اونم بعدها خوندیم، کتاب لنینیسم مال استالینو، و همینطور که اشاره کردم در مورد تروسکی، یک مقدار جهتگیری های ما بیشتر از این که اوغلایی باشه
احساسی بود و این شاید صدمه ای بود که در راه ما به اون کاری که میکردیم، مبارزه که پیش میبردیم وارد آورد. و در سال 1976 به خاطر فعالیت های من در فرانسه مجبور شدم فرانسه رو ترک کنم، برای اینکه دولت شاه فشار می آورد که کنفرانس رو غیرقانونی کنیم. من یکی از فعالان معروف کنفرانس در پاریس بودم و مسئولیت داشتم و همین جهت من به اتفاق سه تا رفیق دیگه، یکیش دبیر کنفدراسیون در اون زمان کاظم کردمانی بود، ما مجبور شدیم فرانسه رو ترک کرده به سوئد کوچ بکنیم و زندگی به صورت دیگه ای ادامه پیدا کرد. ولی در همون زمانی که در فرانسه بودیم، از طریق فعالیت در کنفدراسیون با مبارزه جنبش‌های دیگه آشنا شدیم. مسئله ویتنام مسئله روز بود، طبیعتاً در تمام مبارزات ضد جنگ ویتنام شرکت داشتم. با سازمان دانشجویان ویتنامی که وابسته به سازمان آزادی بخش ویتنام بود رابطه خیلی نزدیک داشتیم و یکی از فعالیت‌های دیگه همون هم طبیعتاً همدوش با دانشجویان فلسطینی بود. برای ما مسئله فلسطین که بعداً خواهم گفت چرا مهمه، یک مسئله خیلی طبیعی بود که در مبارزاتشون شرکت بکنیم و علیه دولت اشغالگر و استعمارگر اسرائیل مبارزه بکنیم. همونطور که گفتم مجبور شدیم در سال 76 به سوئد بریم. تا زمان انقلاب ایران من در سوئد زندگی کردم، ولی علاقه دارم برای اینکه نشون بدم که ما مسئله انقلابیون دیگه از همون جوانی برامون مهم بود، به یک حادثه‌ای که در 21 سالگیم یک سال قبل از اینکه ایران رو ترک کنم رخ داد برگردم. خالی از لطف نیست. در اسفند 1349 اواخر اسفند، همونطور که میدونیم
13 مبارز و انقلابی گروه سیاهکن اعدام شد. درست چند روز بعد از این اعدام دانشگاه تهران یه جشن به مناسبت روز تولد رضا شاه در دانشکده علوم، دانشکده‌ای که من درس خونده بودم، برگزار میکرد. طبیعتا من 2 سال بود که دانشجو نبودم و کار میکردم. دوستی به من گفت که این جشن رو باید به هم زد. این یه نوع دشنام به خاطره این مبارزان است که چند روز پیش اعدام شدن. طبیعتا ما نیروی خاصی هم نداشتیم، ولی من در ضمن کاری که چون شیمیست بودم به یک ماده برخورد کرده بودم که بسیار بدبو بود. بدبو که میگم خیلی حسن نظره، یعنی اصلا یک بوی وحشتناکی داشت که اصلا نمیشد از دورم تحمل کرد. خلاصه من با 2 نفر دیگه که رابطه داشتم، اونم با کسانی دیگه، 6-7 نفر سازماندهی شدن بدون این که به غیر از 3 نفر همدیگر رو بشناسیم. گروهی هم نبود، فقط رفقا بود. من مواد اولیه رو از کارخونه که کار میکردم در اختیار اینا گذاشتم. اینو در حمام، چون خیلی بد بود، با شرایط خاصی ساخته شد، در یک لیوان، در یک بطری شربت ریخته شد و داده بودن. من نمیدونستم کی برده. 2 نفر از دانشجویان بردن تو. ما اون روز من و دوستم گفتیم بریم بشینیم اون ور استخر دانشگاه تهران نزدیک دانشگاه فنی، نگاه کنیم به ساختمان دانشگاه. درست 5 دقیقه 10 دقیقه بعد از اینکه گویا برنامه شروع شده بود، ما یه دفعه دیدم همه دستمال به دماغ، از همه جلوتر عالی خانی از سالن خارج شدن. به این معنی که این رفیقمون این ظرف شربت سینه رو که توش هم ماده بود، تو تاریک شده بود، بلافاصله که می‌خواستن برنامه شروع کنن، انداخته بود از پشت به جلو، این شکسته بود، بخار عفونتش همه رو از سالن راند. گذشت، من رفتم فردا سر کارم، دوستم زنگ زد گفت که بهروز اینا میخوان جشن رو امروز برگزار کنن و گفتم که میارم. خلاصه اجازه گرفتم از کارخونم، مواد آوردیم دادیم. این اون روز دوم دیگه خودمون نرفتیم دانشگاه، من که دانشجو نبودم، اونا هم نرفتن. به 2 تا دانشجویی که مال دانشکده فنی بودن داده شد که شک نکنن از دانشگاه، ساباکی های دانشکده نشناسن. خلاصه روز دومم تا برنامه شروع شده بود، این رفقا دوباره مادر انداخته بودن و ما در واقع به یاد دانشجویانی که در گروه سیاهکل بودن و اعدام شده بودن، 13 انقلابی که بعدا در واقع ریشه سازمان فدایی‌ها رو تشکیل دادن، این جشن رو بدون اینکه سازماندهی عجیبی داشته باشیم با بو اینو برهم زدیم. این یک حادثه خیلی مهمی بود. طبیعتا اصلا صحبتشو نکردیم و 1 هفته 10 روز بعد من میرفتم، چون دوستام دانشگاه بودن، میرفتم دانشگاه. از که رد میشدم رئیس دپارتمان شیمی همینطوری از اتاقش در اومد، آورد یه لوازمش رو جلوی دماغ من، گفت عارفی این همون بوه. گفتم آقای دکتر کدوم بوه؟ من که دانشجو نیستم، من چه بویی؟ این پدر سوته دنبالش میگشتن که ببینن از کجا میتونه سرچ میگیره. اتفاقا اشتباه نکرده بود این بار، ولی خیلی طبیعی میگفتم من دانشجو نیستم، من چه میدونم اصلا کدوم بو. خلاصه ساواک یکی از مسائلی بود که اصلا نفهمید که این ماجرا رو چه کسانی سازماندهی کرده بودن. ما با اینکه طرفدار مستقیم چریکا نبودیم، ولی فقط به خاطر حس میهن پرستی که 13 جوان انقلابی رو اعدام کردن و در فردای اعدامشون جشن میگیرن، اون جشن رو به هم زدیم.
برگردم به سال 1776 که ما رفتیم سوئد، طبیعتاً این بار من دیگه زیاد حال ادامه درس خوندن نداشتم. من در فرانسه به خاطر این اخراجی که پیش اومد که از فرانسه رفتم، دکترام در حال اتمام بود، نیمه تمام موند و من دیگه تصمیم گرفتم بیشتر وقتم بذارم به مبارزه با رژیم شاه. و در اون موقع ما آرام آرام سمتگیری پیدا می کردیم به مش بخش منشعب از مجاهدین و طبیعتاً در ارتباط با پشت جبهه اونا در سوئد فعالیت می کردیم. 3 نفر رفته بودیم و با رفقای دیگه با هم دیگه تماس گرفتیم، کار کردیم. موقعی که در فوریه 1979، همون روزهای انقلاب، من 20 بهمن از سوئد پرواز کردم برگردم ایران، ما تونسته بودیم 3 تا سازمان دانشجویی رو سازماندهی کنیم. به اتحادیه دانشجویان ایرانی درست شده بود که از ژانویه 1979 اسمش بود اتحادیه دانشجویان ایرانی هوادار سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر، که من یکی از بنیانگذاران اون اتحادیه به شمار میدم. و بگم که ما از قدرت گرفتن روحانیون بسیار وحشتمون برداشته بود. شاید باور نکنین ولی من چون یکی از مسئولین اون اتحادیه بودم، در زمستان 78، 2-3 ماه قبل از انقلاب، اعلامیه‌ای در نقد خیلی قاطع سخنان خمینی در پاریس نوشته بودم و از این بابت خیلی برام مهم بود که این اعلامیه ماندگار بشه. منتها خب امکانات ما، قدرت ما بسیار محدود بود. طبیعتاً در مقابل سیل تبلیغاتی که روحانیون داشتن، ما رقمی به حساب نمی‌آمدیم و این یکی از در واقع توهم‌های ما بود که فکر می‌کردیم که جنبش روشنفکری و جنبش روشنفکری چپ ایران بسیار نیرومنده و متأسفانه نبود. و من 20 فروردین 20 بهمن تصمیم گرفتم از طریق فرانکفورت بیام ایران، از طریق سوئیسر از زوریخ مستقیم به ایران پرواز کردیم، ولی 1 ساعت بعد هواپیما مسیرش عوض کرد و رفت ژنو. خلبان اعلام کرد که نمیتونیم ادامه بدیم، در ایران گویا فرودگاه بستن، یک اتفاق سیاسی افتاده که همون آغاز حکومت جمهوری، اون موقع میگفتن حکومت اسلامی. و ما 10 روز در سوئیس موندیم و بعدش یه با ماجراجویی چون علاقه داشتیم زود برگردیم و فعالیت خودمون رو تو ایران از سر بگیریم، از طریق بغداد و از طریق مرز زمینی خسروی من 2 اسفند 57 به ایران برگشتم. طبیعتاً یه مقدار ما یه گروهی داشتیم که پشت جبهه همین سازمان پیکار حساب میشد در خارج. تا موقعی که این گروه در درون این سازمان ادغام بشه، اسم گروه بود گروه دانشجویان و روشنفکران کمونیست درک، که منم یکی از فعالان این گروه بودم. ما 1 سال در ایران فعالیت در ارتباط با دانشجویان مبارز و سازمان پیکار داشتیم، ولی تا اینکه این گروه در خود این سازمان ادغام شد و من در بخش انتشارات و تبلیغات سازمان کار میکردم. این تا اینکه در سال 60-61 ضربه های شدید به این سازمان وارد آورد رژیم و طبیعتاً خیلی از یاران ما دستگیر شدن، اعدام شدن. من قصر در رفتم. یه چیزی هم بگم، من به رغم خواست سازمان که در خانه های تیمی متشکل بشم، ارتباطم رو با خانواده قطع نکردم و
ارزیابی این بود که این ارتباط زندگی یک جوان، زن و شوهر جوان با یک بچه کوچولو رو عادی جلوه میده، و خانواده بود که مرا در واقع زیر پوشش امن خودش نگه داشت و من خیلی مدیون خانوادم هستم، مادرم و همسر خواهرم که در یه ماه پیش 40 روز پیش فوت کرد، دکتر داروسازی بود، ولی حتی یکی دو بار که در خانه ما مشکوک به نظر اومده بود، با مادر من رفتم دو سر شب اونجا خوابیدن که اگر کسی بیاد خبردار بشن که اتفاق افتاده یا نه، که خوشبختانه نیومد. و به همین جهت حالا که صحبت از مادرم شد، یک خاطره هم از مادرم بگم. من سال 53 فکر میکنم، آره زمستان 53 تصمیم گرفتم ثبت نام کنم در سفارت فرانسه برای دریافت بورس دولت فرانسه. باید موقع میبادم تهران امتحان بدادم. اون موقع هنوز فعالیت علنی در کمپیوتراتون شروع نکرده بودم. اومدم امتحان دادم، خوشبختانه قبول شدم، بورس دولت فرانسه رو گرفتم که خیلی مهم بود برای ادامه زندگیم. و روز نمیدونم یکی از روزهای ماه اسفند از ساعت 6 صبح از تهران پرواز کردم. ساعت 6 صبح من پرواز کرده بودم، ساعت 9 صبح سواک رفته بود خونه دنبال من. در رو میزنم، مادرم میاد میگه که بله، میگه که آقای بهروز عارفی رو میخوام. میگه که مادرم میگه نیست. میگه خب برین پاسپورتشو بیارین، گذرنامه‌شو بیارین. مادرم میگه بالا من نمیتونم بیارم، ولی شما میتونین برین بگیرین. رو معمولی میگه چون میگیم خونه ما خونه ما میدان کندی اون زمان میدان توحید امروزی بود. میگه میدون میدون خونه ما تا فرودگاه مهرآباد راهی نیست، میتونیم بریم با اولین هواپیما بریم پاریس، من میتونم آدرس خونهشو بدم، شب تو پاریس گیرش میارین، اون موقع میتونین ازش بخواین، حتما به شما نخواهد داد ولی شما میتونین کارتونو بکنین. معمول میگه که حالا من مسخره کردم، میگه نه واقعیت خب صبح 6 پرواز کرده، الانم ساعت 9 و نیمه، از ترکیه هم رد شده. یعنی یک روحیه خیلی خوبی داشت مادرم، یادش زنده. و طبیعتا همونطور که گفتم در رشد فکری ما پدر و مادر گاهی، نه همیشه، ولی در مورد من نقش داشتن، مرا علاقمند به مطالعه کردم، همونطور که در قسمت قبلی گوش داد کردم. همونطور که گفتم بعد از اینکه ارتباط تشکیلاتیمون قطع شد، من تصمیم گرفتم زندگی عادی رو دنبال کنم. در یک کارخانه صنعتی شروع به کار کردم، مسئولیت داشتم، کارخانه یخچالسازی بود در شهر قزوین. ولی با توجه به اینکه دستگیری ها زیاد می شد و دامنه دستگیری ها می تونست دامن منم بگیره، تصمیم گرفتیم که ایران رو ترک بکنیم و مقدمات آمدن به فرانسه رو دوباره فراهم کردیم. و در تابستان 84 من به پاریس برگشتم و دوباره به قول معروف اون شعاری که با کتاب برمیگردیم گل نسترن میچینیم در من به نوعی زنده شد. به اشتباهات خود منتها برگشتم ببینم که چه جوری شد که ما این همه خطا کردیم و این همه زحمت، این همه زندگی برباد رفت. و عملا تو این 5 سالی که در ایران بودم، 2 سال و نیم آخر رو زندگی کاری داشتم و طبیعتا حفظ خود مهمتر بود. بعد ژوئیه که اومدم، 3 ماه بعد دوباره
این حکومت دیگه رفته بودن سراغ خانه پدرم دنبال من، که متاسفانه برای اونا و خوشبختانه برای ما این بار هم سار از درخت پریده بود. در ژوئیه 84 با گذرنامه ایرانی فرودگاه مهرآباد رو به سمت پاریس ترک کردم. طبیعتاً این گذرنامه به این سادگی ها تهیه نشده بود، امکان سفرم 6 ماه مقدمه داشت، ولی موافق خواهیم بود که من از این بابت بگذرم، برای اینکه کسان دیگه‌ای مطرح میشن و نیز راه‌هایی که باعث شد من از ایران خارج بشم با توجه به اینکه این رژیم هنوز انسان‌ها را میکشه، سرکوب میکنه، قتل و غارت میکنه، اعدام میکنه، کسانی هستن که بخوان از ایران خارج بشن شاید یکی از این راه‌ها رو بگیرم. ولی فقط خلاصه بگم که از طریق فرودگاه اومدم و این یکی از شانس‌های من بود بدون دردسر بیام و در فرانسه اون موقع تقاضای پناهندگی کردم، خیلی سریع قبول شد و یه مقدار به تحصیلاتم ادامه دادم. ابتدا میخواستم دوباره دکترامو تموم کنم، بعد دیدم که با داشتن دو بچه و سن 30 و چند ساله شاید زیاد میسر نباشه، بیشتر در یک دو زمینه بازرگانی بین‌المللی و مسئله انرژی دو تا دوره دیدم، دیپلم گرفتم و متاسفانه کاری که دلم میخواد پیدا نکردم، ولی کار گرفتم، کار آزاد برای اینکه زندگیمو بچرخونم، ولی در کنارش حتماً اون راهی که ما رو تشویق میکرد که برگردیم گل نسترن بچینیم ادامه میدادم، از طریق ترجمه و از فرانسه به فارسی و آرام آرام بعد از اینکه 4 سال در جنوب فرانسه زندگی کردیم تصمیم گرفتیم بیایم پاریس. در پاریس فعالیت اجتماعی بیشتر شد، در انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی فعالیت پرداختم و همون میزانی که از اون برمیمد از طریق تماس با روزنامه ها، تماس با عفو بین الملل، تماس با سازمان های حقوق بشری دیگه و نیز چون مسئله فعالیت های سوسیالیستی به هر حال هنوز تو مغزم وجود داشت، با یه سری از دوستامون یک انجمن درست کردیم به اسم همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران که این 15 سال اخیر این انجمن تونسته در ارتباط با سندیکای فرانسه، 5 سندیکای مهم فرانسه، سی‌ژی‌تی، سی‌اف‌تی‌تی، سولیدر، اف‌اس‌یو و اونسا، سندیکای اتونوم فرانسه است، یک مجموعه به اسم کلکتیو فرانسوی برای ایران درست کنه که عمدتاً به جنبش کارگری ایران خدمت میکنه. چندین بار هم از کارگران ایران دعوت کردن که اومدن فرانسه و برخی از این مهمانان سندیکای فرانسه مثل رضا شهابی الان در زندان به سر میبرن. این بخشی از فعالیت هاست که در ارتباط با این کلکتیو طبیعتاً ما انتشارات فرانسه داریم و چیزهایی که در ایران منتشر میشه به فارسی از طرف اتحادیه‌های کارگری، فعالان کارگری، فعالان معلم، دانشجویان تا اونجا که دستمون میرسه اینا رو به فرانسه ترجمه میکنیم و میدیم به سندیکای فرانسه که به رژیم فشار بیارن
که کمتر سرکوب بکنم. این یک بخش از فعالیتمونه، ولی به بخش دیگه ای از فعالیتم در 20 سال اخیر، یک بخش تقریبا بخش روزنامه نگاریه، در ارتباط با ماهنامه لومون دیپلماتیک فرانسه کار میکنم. حدود 300 مقاله در این 20 سال گذشته براشون از فرانسه به فارسی ترجمه کردم. عمده کاری که میکنم در زمینه خاورمیانه است و روابط اسرائیل فلسطین در درجه اول، از جنبش فلسطین در این مقالات سعی میکنیم دفاع بکنیم، بهش خواهم پرداخت. ولی در کنارش فقط فعالیت صرفا اجتماعی سیاسی نکردم، یعنی در ضمن کار علاقه‌مند شدم سال‌های اخیر به ادبیات. مجموعی از شعرهای فرانسه رو به فارسی ترجمه کردم، در ایران منتشر شده. در این مدت 20 سال 5 کتاب از فرانسه به فارسی ترجمه کردم، 3 کتاب از فارسی به فرانسه ترجمه کردم. هفته پیش یکی از کتابامون که به اتفاق دوست صمیمی تقیه تام ترجمه کردیم، در مورد تاریخچه یهود ستیزی، در چند روز گذشته منتشر شد، در سایت ها قابل استفاده است. و همین هم اکنونم خاطرات یکی از مبارزان ایرانی رو از فارسی به فرانسه برمیگردونم که اگر انتشار یافت طبیعتاً اطلاع خواهیم یافت. و این در واقع دستاورد فعالیت این 40 ساله ای است که در فرانسه بودم. سعی کردم در کنار کار برای کسب درآمد، کار سیاسی اجتماعی برای دفاع از مبارزات مردم ایران، از زندانیان سیاسی، از کارگران ایران، یه مقدارم کارهای ادبی بکنم. و میدونین خواندن کتاب بر حالا به هر قصدی باشه، به قصد ترجمه هم باشه، خودش یک کاری که علاقمند میکنه آدمو. و در بخش بعدی میپردازم به این که اصلا چرا فرانسه رو انتخاب کرده. و در اینجا آهنگ لتان دو سوریز، یعنی فصل گیلاسا، که ایو مونتان خواننده فرانسوی میخونه، که یکی از شعرش در زمان کمون پاریس ساخته شده، میشنوید. من ادامه میدم صحبتم. Quand nous chanterons le temps des cerises, les guerres aux signoles et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises pendant de corail qu'on cueille en rêvant. En vous en serez au temps des cerises si vous avez peur des chagrins d'amour. Évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises,
neige, vous aurez aussi des peines d'amour. همونطور که اشاره کردم، یکی از دل مشغولی های من در مبارزات اجتماعی مبارزه برای دفاع از حقوق مردم کشورهای تحت ستم بوده. در مورد جنگ ویتنام همین کار کردیم، در مورد جنگ عراق همین کار کردیم، ولی یک مسئله مرکزی در خاورمیانه وجود داره که متاسفانه در ایران به خاطر اینکه حکومت ایران ازش سوء استفاده کرده و مردم فکر میکنن که تمام هزینه های ایران به خرج فلسطین مصرف میشه، خیلی مهمه که به این پرسش جواب بدیم. راستی چرا فلسطین؟ چرا فلسطین اهمیت داره؟ فلسطین مگه مسئله چیه؟ چرا فلسطین این همه هیجان و اضطراب و دشنام و تظاهرات مخالف برمی‌انگیزه؟ خب در این کره خاکی میدونیم که جنگ‌های مرگبارتر چه در دارفور چه در کنگو دیده ایم، تهاجمات همونقدر ویرانگر در جاهای دیگه، در تبت، در چچنی، در بیرمانی ثبت شده در تاریخ. شاهد نادیده گرفتن شرماگین حق آزادی نظیر سرنوشت مردم موسوم به نجسا در هند، توبیها در کنیا و بومیان سرخپوست در همه کشورهای مختلف آمریکای لاتین هستیم. حالا چرا؟ چه عاملی باعث شده که تمرکز به فلسطین این همه توجه رو جلب کرده؟ برای ده پاسخش خیلی روشنه، خیلی ساده هم است. میگن حضور یهودیان و نفرت علیه آنان نیروی محرکه این توجه ناسالمه. انتقاد از دولت اسرائیل و سیاست اون کشور پوششی برای ابراز یهود ستیزی یه دائمی است. پرانتز باز کنم بگم که مسئله یهود ستیزی یک واقعیت مهمیه، تاریخ 2000 ساله داره. همونطور که اشاره کردم، شلومو ساند تاریخ نویس اسرائیلی که من یک کتابی در 10 سال پیش ترجمه کرده بودم، چگونه سرزمین اسرائیل اختراع شد، در 3-4 سال پیش کتابی نوشته به عنوان به نام نژاد تخیلی و تاریخچه مختصر یهودتراسی. در این کتاب که اخیراً اشاره کردم ترجمهش تموم شده و هفته پیش در سایت لومون دیپلماتیک منتشر شد و به زودی هم در سایت زمانه منتشر خواهد شد، در این کتاب از زمان به صلیب کشیده شدن مسیح بررسی میکنه که چطور شده که جهان مسیحیت اینقدر علیه یهودها به یهود ستیزی به ستیز برخواستن و تا امروز این مسئله رو بررسی میکنه. این برای اینکه اهمیت این کتاب نشون بده و اینکه این مسئله چنان مهمه که لازم دونستیم که با دوستم تقیه‌تام در مورد این کتاب کار بکنیم و ترجمهش کنیم. ولی حتی بیون که این دیدگاه رو کاهش بدیم، طرح سوال چرا فلسطین حقانیت دارد مهمه. حتی میتونم بگم این پرسش سودمندم است، زیرا امکان میده که در مورد جایگاه مرکزی کنونی این کشمکش در سطح جهان بیندیشیم. همون جایگاهی که ویتنام در سالهای 60-70 میلادی داشت، آفریقای جنوبی در سالهای دهه 1970 تا 80 داشت، الان در مورد مسئله فلسطین این جایگاه وجود داره. فلسطین آخرین واقعیت استعماری است که از تقسیم امپراتوریا به وجود اومده، نمادی در استمرار وجود روابط غیرعادلانه میان شمال و جنوب و همچنین اراده پایان بخشیدن بر اون، نظیر نمونهای ویتنام و آفریقای جنوبی که دیدیم. فلسطین الگوی بی‌عدالتی است که هرگز جبران نشده. مداخله ایالات متحده به مثابه قدرت عمده جهانی و درگیری اسرائیل به منزله قدرت اصلی منطقه‌ای بر اهمیت جایگاه آن اضافه می‌کند.
از قرن 19 هم تسلط بر این منطقه از نگاه حکومت لندن امری اساسی بود. انگلستان قصد داشت از طریق کانال سوئز که در 1890 افتتاح شده بود راه هندوستان جواهر امپراتوریش رو محافظت کنه. علاوه بر اون در قرن 20 این منطقه غنی ترین ذخیره نفتی در جهان شد. ذخیره نفت مورد نظر معادن نفت. حتی بیش از درگیری های میان دو امپراتوری روس و عثمانی مناقشه بر سر فلسطین سر گرفته بود. این رو در روی تا دوران تحرکات پیش از جنگ دوم جهانی ادامه یافت. به هنگام جنگ سرد شدت گرفت و در برابر نظم جدید جهانی که خود حاصل فلوریزی اتحاد شوروی بود بود دیگری پیدا کرد. ولی بود دیگری این مسئله مقدس بودن فلسطینی هاست برای خیلی از اهالی دنیا و بیشتر از 2-3 میلیارد. طی قرون نام بیت المقدس یا اورشلیم، بیت اللحم، زادگاه مسیح، الخلیل، مقبره ابراهیم در اینجاست که در یهودی ها و مسیحی ها بهش میگن هبرون، در حافظه پیروان 3 مذهب بزرگ یکتاپرست تنین انداخت. اگرچه جنگ های صلیبی پوششی برای جاه طلبی های دیگر بود، ولی این جنگ ها در طول صدها سال مردان و زنان دو کرانه مدیترانه را به سلطه خود در آوردند. یهودیان مذهبی به فلسطین می رفتند تا در اونجا بمیرند و به خاک سپرده بشن. هنگامی که در قرن 12 به بعد این سرزمین ها به صورتی دائمی تحت تسلط قدرت های اسلامی درآمد، جماعت قابل ملاحظه ای از مسیحیان و حتی یهودیان در اونجا زندگی میکردن و فلسطین زیارتگاه یهودیان و مسیحیان همچنان باقی موند. در آن زمان برای مسافرت نیازی به ویزا و مدرک شناسایی اینا نبود، ولی ملاحظات ایمنی و سفر دریایی یا زمینی طولانی خیلی پرمخاطره بود. با وجود این موردی را نادیده گرفتن. با آن وجود اندیشمندان پروتستان بود که صحنه‌ای از کتاب مقدس و به ویژه قیامت را به صورت نمایش اجرا می‌کردند. بازگشت یهودیان به فلسطین و سپس تغییر مذهب آنان را مرحله ضروری برای آمدن منجی می‌دونستند که می‌دونن همینا. اعتقاد به بازگشت مسیح تأثیر ذاتی بر سیاست بریتانیا داشت، همانطوری که اکنون بر سیاست آمریکا داره. دوره 1936 تا 1939 در منطقه فلسطین نقطه عطفی است در این سرزمین مقدس. شورش فلسطینیان سرکوب شد. جنبش صهیونیستی پس از اینکه با مهاجرت شمار زیادی از یهودیان اروپا تقویت شد، با تشکیل میلیشیای نیرومندی مثل تحول یشوب جامعه یهودی در فلسطین و در قبل از ایجاد دولت اسرائیل میگن، تقریبا یک دولت یا نهادهای دولتی با اقتصاد، حزب و ارتش قبل از ایجاد دولت اسرائیل در 1948 در اون منطقه شکل گرفته بود و این حرکت با این ایجاد دولت تکمیل شد و در واقع مسئله یهود یک دگرگونی پیدا کرد، به صورت یک مسئله دولتی در آمد. 3 عامل مسئله، یعنی محاکمه آشمن در 1962، جنگ جوان 6 روزه در 1967 و برملا شدن همدستی با نازی ها در فرانسه و اروپا بود تازهی به نسل‌کشی نازی ها از یهودی ها داد و به شکلی بارز بر برداشت مناقشه اسرائیل و فلسطین و همچنین جهانی شدن آن تأثیر گذاشت. ولی مسئله حل نشد. فلسطینی ها خیلی کوشیدن. یاسر عرفات کوشید مذاکره کنه، دولت اسرائیل رو به رسمیت شناخت، اسلو قراردادهاش درست شد، قراردادی بستن که میبایست به تشکیل دولت فلسطینی انجامید، ولی دگرگونی در چارچوب بین‌المللی موقعیت جدید فلسطین رو ایجاد کرد.
جدال تمدن‌هایی که اندیشمندان آمریکایی و غربی لوئیس من جمله که صهیونیست خیلی قوی بود راه انداختن و جنگ کنونی که قدم مشخصی در ادامه و جهت و تحکیم نسل‌کشی است. 8 ماه جنگ خونین، بیش از 38,000 نفر کشته، 85,000 زخمی، نبود چشم‌اندازی ملموس، شرایط بی‌سابقه‌ای به وجود آورد. ولی جهان به ویژه قدرت‌های جهان فهمیدن که نمیشه بر مسئله استعماری یک قرنه سرپوش گذاشت. فلسطینی‌ها خلقی هستند که نمی‌خواهند بمیرند، ایستادن و مقاومت می‌کنند. در مقابل 8 ماه کشتار وحشیانه ای که با همدستی دولت آمریکا و اروپا از جمله فرانسه ادامه پیدا کرده، ایستادن، دوباره قبول نکردند که از سرزمین خودشون به خواست اسرائیلیا بیرون برن و یک فاجعه دیگه، نکبه به معنی فاجعه، دوباره به وجود بیاد، برای که میدونن برن این راه بی بازگشته ماندن. و الان دولت های جهان فهمیدن که باید دولت فلسطینو به رسمیت بشناسن. خیلی از دولت ها این کار کردن، از 194 دولت دنیا 146 دولت این کار کرده، اخیراً اسپانیا، نروژ و ایرلند این کار کرد. طبیعتاً این را ادامه پیدا خواهد کرد. اگر یک زمانی رفتن یاسر عرفات در 1974 در سازمان ملل مسئله سمبولیک نمادین بود، امروز این مسئله یک مسئله استراتژیک و ژئوپلیتیکی است. و همین جهت من خواستم یک بخش از صحبتامو که از زندگی خصوصیم شروع شد ادامه خواهد داشت در بخش آخر، به مسئله فلسطین اختصاص بدم و به ویژه بگم که چرا فلسطین اهمیت داره، برخلاف نظر بسیاری از ایرانیان، به ویژه ایرانیانی که متاسفانه هنوز از داعیان سلطنت پیروی میکنن. در این مورد بهتره که در این بخش به صدای فیروز، خواننده بزرگ لبنان و ترانه القدس اون گوش بدیم. عيوني مزهري قالوا لي هيدي هدية من الناس الناطرين. ومشيت بالشوارع شوارع القدس العتيقة، وقف عباب بواب صارت وصرنا صحاب، وعينيهن الحزينة من طاقة المدينة تاخدني وتوديني بغربة العذاب. كان في أرض وكان في إيدين عم بتعمر تحت الشمس وتحت الريح، وصار في بيوت وصار في شبابيك عم بتزهر، صار في ولاد وبإيديهن في كتاب وبلايل كل ولاد. ما ايرانيا گرفتاری ویژه داریم، 44 ساله با یک رژیم سرکوبگر مذهبی، ارتجایی روبرو هستیم که باعث شده ده ها هزار نفر از بهترین جوانان این کشور برن زندگیشون رو
نتونن ادامه بدن و کشته بشن. طبیعتا مسئله ایران برای هر ایرانی اهمیت داره. این روزا ایرانی ها رو بسید میکنن که باز یک انتخابات مسخره دیگه شروع بشه. ولی مسئله زندگی یک روشنفکر ایرانی که بخش بزرگی از زندگیشو در اروپا گذرانده مثل من از 77 سال زندگیمو 47 سالشو در اروپا و عمدتاً در فرانسه گذروندم. طبیعتاً فرانسه یک صورت وطن دوم آدم تبدیل میشه. این که چرا فرانسه را انتخاب کردم خودش مسئله مهمیه برای من. برای این که من مثل خیلی بعضی از جوانای ایرانی میتونستم، چون ما انگلیسی زبان بودیم، به انگلستان برم، به آمریکا برم. ولی فرانسه یه مقدار شبیه خود ماست. مبارزه اجتماعی خیلی حاده. در فرانسه در سال 1936 یک جبهه توده‌ای به وجود اومد که 8 ساعت کار ثابت کرد، تثبیت کرد. سندیکاها را آزاد گذاشت. ماه 13 سال که وجود نداره حقوق میداد که کارکنان دولتی و غیر دولتی یک ماه برن تعطیلات. و این یک تحول بزرگی که بر اولین بار در 1936 جبهه توده‌ای فرانسه ایجاد کرد. بعد فرانسه همیشه از جنبش‌های آزادی بخش حمایت کرد. طبیعتاً فرانسه هم کشور دو قطبی بوده اغلب. بخشی از فرانسه الجزایر رو 170 سال به استعمار کشیدن. در ارتش فرانسه بدترین شکنجه ها رو به آزادی بخشان الجزایر در سالهای 60 داد و با مبارزه بود که الجزایری ها تونستن آزاد بشن. هرچند حکومت بعدی متاسفانه به انحراف کشیده شد و گاهی هم به انحرافات اسلامی یا اتوریتاریستی، خودکامگی و توتالیتاریسم لغزید، ولی به هر حال مبارزه کردن. با مبارزه شون استعمار مهم فرانسه رو شکست دادن. بخشی از فرانسوی ها در کنار مردم الجزایر بودن. بخشی از روشنفکرای فرانسه کمک میکردن، حتی از نظر مالی. در فرانسه بهشون میگن روشنفکران چمدان به دست. به همین جهت فرانسه از نظر اجتماعی سابقه بسیار چشمگیری داره. کسانی مثل دیدرو که انسیکلوپدیای وسیعی برای جامعه شناسی خلق کرده، ولتر که یاد داده باید روانمداری پیشه گرفت، دیگری رو با تحمل کرد، با نظرات دیگه باید زندگی مسالمت‌آمیز داشت. و بعد ادبیات غنی، ویکتور هوگو، لامارتین، بالزاک، آراگون در قرن ما، گیدو موپاسان و نویسنده های بسیار زیادی، مونتسکیو، اینها نه تنها ادبیات خلق کردن، علم الاجتماع آفریدن، جامعه شناسی جدیدی در اروپا به وجود آوردن که بُعد جدیدی در مقابل چشمان خوانندگان پهن میکرد، باز میکرد. امیل زولا با اثر معروف ژرمینال زندگی رحمتکشانی رو که زیر زمین در معدنها کار میکردن در هزار صفحه به زیباترین وجهی به داستان کشیده، به روایت کرده. اینها برای یک جوان 20 چند ساله که میاد فرانسه طبیعتاً نه تنها دلچسبه، بلکه به او جهت میده در زندگیش. به همین جهت من از در زندگی 77 سالم از جامعه فرانسه اون بخش مترقیش که اشاره کردم یاد کردم، خیلی آموختم. تنها کشوری است که کارگران به 82 روز
حکومت کردن. کمون پاریس در 140 سال پیش اولین نمونه حکومتی بود که نشون داد به نام سوسیالیسم می شود حکومت کرد. در اون حکومت سلطنتی آن زمان تونستن یک سری قوانین مترقی رو در همون مدت کوتاه پیاده کنن. متاسفانه زیاد دوام نیاورد. ولی آثارش آرام آرام از طریق مبارزه حزب کمونیست فرانسه، سندیکاهای فرانسه، روشنفکران فرانسوی چپ روش کرد، نه تنها در فرانسه روش کرد، به جاهای دیگه جهان کشید و این اهمیت خیلی زیادی داره. وضعیت اسفناک جهان رو جلو چشم رو میبینیم. وضعیت بدتر از اونو در افغانستان در ایران میبینیم. البته افغانستان با ایران قابل مقایسه نیست، ولی ایران خودش کم دهشتناک نیست. این پرسش بیاد که در مقابل این همه ظلم و ستم آیا باید سرخم کرد؟ آیا باید پذیرفت؟ واقعا چاره دیگه نیست؟ جهان دیگه مؤثر نیست؟ الان ویدیوهای راست افراطی که اغلب شبه فاشیستی هم هستن در همه کشورهای غربی اوج گرفت. در برخی حکومت میکنن، در برخی در آستانه حکومت هستن. ولی آیا ما محکومی کنار بپذیریم یا نادیده بگیریم؟ از شیلی تا آرژانتین، از فیلیپین تا اندونزی، از ویتنام تا هند ثابت شده که سرمایه‌داری راه نجات نیست. جنگ‌های استعماری، امپریالیستی، تجاوزکارانه هیچ نقطه‌ای از جهان در امان نذاشته. سوسیالیسم واقعا موجود با آنچه که مارکس و انگلس در ابتدا و کسان دیگر بعداً تصور می‌کردند از زمین تا آسمان تفاوت داشت و فاجعه آفرید. انسان‌ها رو کشت، در خود شوروی، در جاهای دیگه، در چین به نام کمونیسم خمرهای سرخ 2 میلیون نفر در کامبوج کشتن. اینها باعث شده که خط بطلان بر سوسیالیسم انسانی که یکی از راه‌های اصلی و مهم برای نجات انسان‌هاست کشیده بشه. تبلیغ در دست دشمنه. چرا سرمایه‌داری کارهای خونین خود سرمایه‌داران رو که به نام فاشیسم، نازیسم در جهان ده‌ها میلیون نفر آدمو کشته، اونا رو به هیچ میگیرن و هنوزم کعبه آمال خیلی‌ها شده. مسئله اساسی اینه که در جاهایی که تا حدی عدالت اجتماعی هست، چشمانداز قابل توجهی برای زندگی بهتر هست، با شعار به وجود نیمده این. مثلا من فرانسه رو مثال زدم. هر قانونی که در فرانسه تصویب شده در اثر رشادت ها، شجاعت ها و مبارزات و فداکاری های فراوان نیروهای چپ بوده، کمونیستا بوده و متحدینشون. در جنگ دوم جهانی فرانسه با اشغال نازی‌ها مبارزه میکرد، ولی در همون موقع در یکی از خیابان‌های پاریس به اسم روی دو فور در مرکز سن ژرمن در ساختمانی نهضت مقاومت فرانسه جلسه مخفی می‌ذاشت برای آینده پس از جنگ. طرح می‌ریخت، طرح بیمه اجتماعی رو اون موقع ریختن، طرح بازنشستگی رو اون موقع ریختن، طرح این که مردم از کشورهایی که رانده میشن میتونن در فرانسه پناهندگی بگیرن اون موقع ریختن. تمام اون گلیستا بودن با اکثریت کمونیستا در نهضت مقاومت این قوانین ریختن. ولی این به هر حال مثالیه که بارز که نشون میده که هر آنجا که روشنگری بوده،
هر آنجا که چشمانداز پیشرفت باز شده نیروهای سوسیالیست پشتش بود. به همین جهت میشه امیدوار بود که راه دیگری ممکنه. جمهوری اسلامی یک حکومت ابدی نیست. در ایران مردم محکوم نیستند که در مقابل جمهوری اسلامی به ایده های پوسیده گذشته بازگردند. جوانان ایران فداکاری میکنند و حتما از دل این فداکاری ها ایده های نوین بیرون خواهد اومد، همونطور که در جاهای دیگه جهان نشون میدن که جهان دیگری میسر است. به امید اون جهان دیگر باشی. از کف میایم به راس هرم میزنیم، شو میکنیم ببین چقدر دیدنی. 44 سالتون سال شکست فجیع، اون روز همه دارید دهن میپرید. از کف میایم به راس هرم میزنیم، شو میکنیم ببین چقدر دیدنی. 44 سالتون سال شکست فجیع، اون روز همه دارید دهن میپرید. بگوام من فالگیرم، تو قهوه نظام سار دیدم. یه شیر داشت شغال شکار میکرد، تو روز بود تعبیر خواب نی. نه قهوه زدم براتون فنی، باید تحمل کنید تلخیش. همین اول کار شدیم تشبیه به فنجونه که تونل بکی چپ میشه. میره شیرش مثل ما یکم سب کن، نیت که کردی حالا بزن انگشت. گوشه یه میزم بذاریم برق و لازم میشه وقتی بشنوی همشو. یه سخت میبینم وسط فال، هم گارد ویژه هم طلب هان. یه دسته با کت شلوار کروات، یا وصله به اختلاس یا وصله به راند. از لابیای اون ور آب، روزنامه نگار و خبرنگار، تا هنرمندای جیره بگیر با دادگاه شدن طرف حساب. از بسیج بگیر تا اطلاعاتی، از پایین بگیر و برس بالایی. همه دارن میکنن تقلا، قوقای شده مثل کارایی که آغازادار میکرد جدا. رو اسمشون جاغا حروم میکوبید، میپرسید دارایی از کجاست. واسه یه برج چند تا جوون میکشید، یکی میندازه گردن بقیه، یکی چند تای شاهد خریده. یه قاتل همراه یقینش، هنوز دور گردنش چپیه. اون طرف فال پر از شاکی، اون ور صف دادخواهی. یکی ظلمو تو خود دادگاه دیده، چرا یکی از شاکی‌ها بازداشت میشه. یکی جوونشو، یکی جوونشو، یکی قبل عدالت داشت تموم میشد. موی آزادی که تو با تکون میخورد، یه دل شجاع با یه زبون تون. یکی بستن صداشو که قلمش تو بند، یکی دهنشو دوختن تا نخنده بلند. یه نفر تجاوز شده بود بهش، میگه تصویر داشتن ولی درنده بودن. فنجون چه سیاه تهش، پر از دروغ و ریا، همه مربوط به گذشته تون. ناراحتی چرا بیراه؟ مگه فالتون پر از خون و خشم، جسد پیر و جوون و بچه. تاریک کل گذشته تون، رژیمی که گرفته نور از چش. یه رود میبینم تو آینده، اینجا رونق میبینم و سازندگی. ملتی رو میبینم که شادن، ببینین یکی صرف شماست که بازنده این. میبینم پول دیگه نداره زور، سلاح نیست دیگه به صلاحتون. هم دستگیر شدن مهره های ریز، هم دستگیر شدن همه سرانتون. حالا بردارون ورقو از گوشه، پر کنن چند سطر توشه. چی فهمیدی این بار از تو شعر؟ واضحه رب نبینم مختوشه. خدا که نه شما چه پنهونیم، بار جا شدیم همه تو فنجون. شاید بخواد قهبر رو دستگیر کنه، این برگر رو به رهبر برسون. از کف میایم به راس هرم میزنیم، شو میکنیم ببین چقدر دیدنه. 44 سالتون سال شکست فجیع، اون روز همه دارید دهن میپرید. از کف میایم به راس هرم میزنیم، شو میکنیم ببین چقدر دیدنه. 44 سالتون سال شکست فجیع، اون روز همه دارید دهن میپرید.